وعده تغییر در جایگاه افغانستان که محمد اشرف غنی در انگام کارزارهای انتخاباتیش از آن همچون بدترین کشور آلوده به فساد اداری یاد میکرد. منتظر باشین که در 2 سال ایواز از این که محکوم باشیم که بدترین مملکت هستیم از فساد اداری حداقل 100 نقطه بالا میریم. گاه گاهی همین وعده فراتر از اینها رفت. فساد اداری به اندازه فراوان است جناب یوسفی صاحب. در 5 سال امید است که 50% ایره به صورت بنیادی کم کنیم. و اما جایگاه افغانستان در میان کشورهای آلوده به فساد در این مدت. در سال 2014 میلادی افغانستان در رده 172 کشورهایی بود که برای پیکار با فساد کوشیدند و در سال 2015 میلادی افغانستان چند پله بالاتر رفت و بر رده 166 آمد. اما در 2016 افغانستان بازم بر رده 169 سقوط کرد و پارسال بر رده 177 افتاد. با اون شکل که مردم افغانستان توقع داره مبارزه با فساد صورت نگرفته و امروز هم فساد در ادارات دولتی در نهادهای مختلف بیداد میکنه. از سوی دیگر نتایج سروی ملی فساد که هر 2 سال از سوی دیدبان شفافیت انجام میشود نشان میدهد که در سال 2016 میلادی تنها حجم فساد کوچک در افغانستان که بیشتر با میزان پرداخت رشوه از سوی مردم به نهادهای دولتی ارزیابی شده است به 2.9 میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در سال 2014 میلادی 2 میلیارد دلار بود و در سالهای 2012 و 2010 کمتر از اینها. حکومت وحدت ملی از ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری که این مبارزه را میتونست غیر سیاسی و مستقل بسازه متاسفانه ترسیدن. بیشتر از 3 ماه به پایان سال روان میلادی مانده است و دیده شود که افغانستان در پایان این سال در کدام رده از کشورهای خواهد ایستاد که در آنها برای پیکار با فساد تلاش شده است.